است. میخوام همین کار رو با دست چپ هم انجام بدم، فقط با تفاوت این که توی دست چپ دیگه شست من نمیخوره. نگاه کنیم، اینجا بشکن نمیزدیم، همینجا دست رو راحت رها کنید، خیلی شل عادی. از مچ دست دست رو میارید بالا، نگاه کنید. اگر حالت طبیعی دست رو داشته باشیم، آناتومی بدن خودمون، موقعی که از مچ میاری بالا دستم رو نگاه کنید، دقیقاً یک کمان تشکیل داده. این علامت کمان هم از رو همین شکل گرفته شده. پس نگاه کنید. پرتش میکنم پایین. نگاه کنید یک بار دیگه. اشتباهاتی که شاید براتون پیش بیاد این که همه فکر میکنن شستم باید بخوره، بعد مجبور شدن دست رو بیارن جلو. بعد اون وقت اینجا دیگه بشکن نمیشه زد. همون جایی که بشکن زدین دست شل، رها میکنیم. اشتباه بعدی که شاید براتون پیش بیاد، دست رو نچسبونید به پوست، نگیریدش. دست انقدر شل، موقعی که ضربه زده میشه ببینید دست من از پوست کاملا جدا شده است. دستم انگشتان به پوست میخوره و برمیگرده تو حالت طبیعی خودش وای میسته. پس یک بار دیگه. پس این علامت میشه هفتی که بالاش خط کمان داره، که من بهش میگم ضربه چپ، چون با دست چپم میزنم. پس هر موقع هفت کمان دار دیدید، با دستی که روی تنبکه باید بزنید. پس یک بار دیگه، راست چپ، راست چپ. ضربه کاملا از مچ دست زده میشه، هیچ وقت کل دست رو تکون ندید. صدایی که دارید میشنوید یه صدای حالت ر داره، صدای ر رو تولید میکنه. نگاه کنید. برای این کار اشتباه رایج اکثر هنرجوها، فکر میکنن که باید، خب اینجا یک ایرادی وجود داره، اینکه شما اگه بخواید با انگشت بزنید دیگه از این تندتر نمیشه، ولی من اینو هر چقدر بخوام میتونم سرعتش رو ببرم بالا. کاملا این حرکت اشتباه است. دست کاملا لخت، ضربه از مچ دست. این دست کنار تنبک 5 تا انگشت میخوره، دست روی تنبک 4 تا انگشت میخوره. خب یک سری تمرین براتون آماده کردم، توی تصویر بعدی با همدیگه تمرینش میکنیم.